با سلام و وقت همه شما بخیر. به خبرهای این ساعت کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار می کند. دیبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار کرده و میگوید که نشست آینده شورای امنیت در رابطه با افغانستان بر سر دستاوردهای حکومت جدید، تحولات و واقعیت‌های عینی بحث و گفتگو خواهد شد. در این حال وزارت امور خارجه میگوید امیرخان متقی در این دیدار گفته است که تحریم‌های وضع شده جهانیان بر افغانستان مردم عام را متضرر نموده، تجارت را با مشکلات مواجه کرده و از وی خواسته است تا دستاوردهای حکومت جدید را به گونه حقیقی با جامعه جهانی شریک سازد. در سلسله نگرانی ها در رابطه با وضعیت جاری کشور قرار است که شورای امنیت سازمان ملل نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. دیبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان قبل از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار و ملاقات کرده است. دیبرا لاینز گفته است که در این دیدار بر تلاش های مسئولیت حقوق تمام افغانان، پیشرفت در بخش مقابله با چالش‌های اقتصادی و بر آمادگی برای برگشت دختران و پسران به مکاتب صحبت کرده است. دیبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان قبل از برگزاری نشست آینده شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار نمود و در مورد تلاش‌ها درباره حفاظت از حقوق همه افغانان، پیشرفت در چالش‌های اقتصادی و آمادگی‌ها برای بازگشت همه دختران و پسران به مکاتب گفتگو نمودند. در این حال وزارت امور خارجه می گوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این دیدار گفته است که وضع تحریم ها بر افغانستان به عوض حکومت افغانان عام را متضرر کرده و همچنان تجارت را نیز با مشکلات مواجه کرده است. امیرخان متقی از نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان خواسته است تا دستاوردهای حکومت جدید را به گونه حقیقی با جامعه جهانی شریک کند. متقی سبا ویل دا چې هیواد مو په وچه کې رای سار دی، نو د وارداتو کچه مو لوړه ده. لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی او تجاران مو په اسانۍ سره راکړه ورکړه نشي کولی. غلی لاینز ژمنه وکړه چې د امنیت شورا په راتلونکې غونډه کې به د نوي حکومت لاسته راوړنې، مثبت تحولات او عیني واقعیتونه له نړیوالو سره په حقیقي ډول شریک کړي. در همین حال آگاهان امور سیاسی و بین المللی می گویند که هر نشست جهانی که در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار می شود از آن استقبال می کنند و این گونه نشست ها در بخش تعامل جهانیان با افغانستان مهم است. دی طول پروگرام داده چه دی اول نده از فشارون روری که ده وشی کالش دی فشارون لانده دی اسلامی امارت دی تا یعنی فشار پی راولی چه دی ازیر شی چه د دې کوم پلانونه دی هغه ومني، او که دوی دا ونه مني نو بیا به د شورای امنیت کې به د دې پرې باندې سخت دریځ ونیول شي. هر ګام او اقدام او هره غونډه او ملاقات چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ د راکړه ورکړه او بفهم تفهیم لامل او سبب ګرځي، دا یو مثبت ګام ده. زه ګمان کوم چې دغه نوې غونډه چې کیدی شي دایرشی دا هم په دې لړۍ کې یو مثبت ګام ده. نشست شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با افغانستان در حال برگزار می شود که تا اکنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. رئیس الوزرای امارت اسلامی، سرپرست وزارت خارجه و شمار دیگر از مقامات طالبان با سردار محمد زاکوف معاون صدر اعظم ازبکستان در ارگ دیدار کردند. امارات اسلامی میگوید که در این دیدار هر دو طرف در رابطه با آغاز پروژه های بزرگ اقتصادی، ساخت راه آهن، تولید برق، تجارت و ترانزیت در افغانستان گفتگو کردند. عمر زاکوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان گفته است که آنان آمادند تا در ماه مارس سال جاری یک سروی اولیه از راه آهن، مزار شریف، پشاور و کابل را انجام دهند و به زودی تولید 500 کیلووات برق در پلخمری را نیز آغاز خواهند کرد.
آقای زاکوف گفت که آنان در رابطه با امنیت کارمندان تخنیکی و مسلکی این پروژه ها که امور پروژه های تخنیکی را به پیش می برند نگرانی دارد، اما مقامات امارت اسلامی در این بخش برای آنان اطمینان کامل دادند. در این دیدار مقام های امارت اسلامی تاکید کردند که آنان نمی خواهند که افغانستان به میدان رقابت قدرت های بزرگ تبدیل شود. پالیسی آنان اقتصاد محور است و می خواهند افغانستان را به مرکز همکاری های اقتصادی و اتصال منطقوی مبدل کنند. وزارت امور داخله بر تعیین افراد مسلکی در چک پوینت های امنیتی تاکید کرد. زین الله عابر رئیس دفتر این وزارت میگوید پس از این باید افراد آموزش دیده در چک پوینت ها مستقر شوند تا از گلوله باری بر مردم خودداری و جلب مشکلات گرفته شود. در همین حال سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به همه نیروهای امنیتی دستور داده است که هنگام گزمه و پیره بر هیچ کس تیراندازی نکنند و تنها در صورتی که مورد حمله شخص دیگر قرار گیرند اجازه تیراندازی را بر آنان میدهند. در این راهنمود نیروهای امنیتی از عملیات شبانه منع شدند و بر جلوگیری از محاکمه های صحرایی تاکید شده است. این در حال است که در این اواخر رویدادهای گرفتاری، شکنجه و کشتار در جریان عملیات و تلاشی ها در کابل و ولایات افزایش یافته است. پس از رویدادهای گلوله‌باری بر وسایط، گرفتاری، شکنجه و قتل مردم در چکپوینت ها، وزارت امور داخله به تازگی میگوید که پس از این افراد مسلکی را در چکپوینت ها موظف خواهند کرد. زین الله عابر رئیس دفتر مقام ولایت امور داخله هنگام سخنرانی به سمینار آموزشی قماندانان امنیه و ولسوالی ها گفت در چکپوینت ها باید افراد مسلکی و آموزش دیده موظف شوند. یو مټروان د یغه فکر نه ده چې زه به دې تلاشۍ باندې ماته وچ ودرېږه که لاړ شه هغې باندې ډازې کول په هغه کې بیا خلک شهیدانول دا خبرې بار بار تکرارېږي باید نوره تکرار نه شي دلته باید مسلکي کسان موږ تاسو ودروو موټر وپېژني د موټر د درولو طریقه وپېژني کله چې کوم موټر د تللو د تیښتې کوشش کوي باید مخته ملګرو ته اطلاع ورکړي چې داسې موټر درغی تاسو مخته لارو ته ونیسئ روز جمعه گذشته در نزدیکی پانتون کابل و یکی از مربوطات ناحیه سوم یک دکتر ستوماتولوژی از سوی نیروهای امنیتی در یک چک پوینت به ضرب گلوله کشته شد. پلیس باید دی خلق و ابرو عزت و ساتی، پلیس دی خلق و اموال و ساتی، پلیس دی خلق و جان و ساتی. دغه زموږ د مشرانو و هدایاتو ته سم متوجه سی، اول ځان ته وایم پسې به ټول مجاهدین متوجه کیږي. موږ باید خپل د امیرینو و احکامو ته و پرامینو ته و هدایاتو ته ډیر ژمن یو او ډیر ورته متوجه یو. در عین حال نیروهای امارت اسلامی در ولایت کندهار نیز در یک چک پوینت بر یک رکشا گلوله باری کردند که در نتیجه آن یک خانم کشته و یک تن دیگر زخمی شد که سپس اعضای خانواده این مقتول جنازه را بر رسم اعتراض در برابر مقام ولایت بردند. سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به تازگی به قماندانان امنیه کابل دستور داده است که هنگام تلاشی بر هیچ کس گلوله باری نکند و از عملیات خودسرانه خودداری نمایند. عدم مداخلت در مسائل حقوقی مردم بدون حکم محکمه و همچنان با تمام مراجعین بر اساس اخلاق شرعی برخورد نیز در این رهنمود شامل است. نیاز است تا هنگام اجرای فعالیت وظیفوی بر اساس اخلاق شرعی با مراجعین برخورد کنید. هنگام تعقیب رویدادهای امنیتی و جنایی باید از هر گونه شکنجه، اذیت و توهین خودداری شود. بدون حکم محکمه مداخلت در موضوعات حقوقی بر مردم غیر مجاز است. عملیات شبانه به بهانه تلاشی خانه های مردم ممنوع است. در صورت نیاز کار سپرده شده در همکاری و موجودیت آمر حوزه و ولسوال وکیل گذر و امام مسجد از طرف روز انجام شود. هیچ کس حق ندارد که هنگام گزمه و یا تلاشی بر کسی گلوله باری کند. اما در صورت دفاع از خود حق دارد که گلوله‌باری کند.
وزارت امور داخله تایید میکند که ناقضین این موارد به جدیت و بدون تاخیر به محکمه نظامی سپرده میشوند. صدها ورزشکار افغان در واکنش به تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد دارایی های افغانستان تظاهرات کردند. معترضان با دادن شعارهای ضد آمریکایی تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد دارایی های افغانستان را محکوم کردند و گفتند که ایالات متحده باید دارایی های افغانستان را به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر ندهد و بایدن بر این تصمیم خود تجدید نظر کند. آنان خواسته های خود را در یک قطعنامه 5 ماده‌ای به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپردند و از این سازمان خواهان همکاری شد. این صدها تن ورزشکار در کابل هستند که در واکنش به تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد ذخایر پولی افغانستان تظاهرات کرده و بر ضد آمریکا شعار می‌دهند. این ورزشکاران اختصاص ذخایر پولی افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر را غیر عادلانه و غیر قانونی می خوانند. امروز اینجا پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ایماق، پشه همگی اینجا جمع شدن تا مو پولای را که آمریکا قید ساخته اون را ما آزاد بسازد. من افغانستان دو ورزشکاران دو خوانه جور شوی و جدا و تصویین پسلگون ورزشکاران را طول شوی دی دمانگ دخل حق گفتن را دفعه. معترضان میگویند که این پول از افغانان است و فرمان رئیس جمهور بایدن باید در این مورد لغو شود. آنان میافزایند که افغانان در رویداد 11 سپتامبر دخیل نبودند. پول نه از زورمندان و پول یتیم فقیر بیچاره و دربدر افغانستان است که فعلا بعد اساس فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم میکنه. به خاطر ی آمدیم که پول افغانستان هر چی زودتر آزاد شد. معترضان تظاهرات خود را در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل به پایان رساندند و با صدور یک قطعنامه 5 ماده‌ای خواست‌های خود را به این سازمان سپردند. ثروت ملت مظلوم افغانستان را آزاد نماید. دوم، از سازمان ملل می‌خواهیم که ساکت ننشیند و صدای ما را به گوش جنایتکاران مخصوصا رئیس جمهور آمریکا رسانده و فشارهای لازم را بر آمریکا وارد سازد. این چهارمین بار است که تظاهرات برخلاف تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد اختصاص ذخایر پولی افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر در کابل راه اندازی می شود. علاوه بر اعتراض ها برخلاف تصمیم جو بایدن در داخل کشور، این تصمیم واکنش های مردم را در خارج از افغانستان نیز برانگیخته است. خانواده های قربانیان 11 سپتامبر میگویند که افغانان خود قربانی تروریسم هستند و از آنان باید غرامت گرفته نشود. خانواده های قربانیان 11 سپتامبر میگویند که آنان ادعای مستقیمی بر مردم افغانستان ندارند و باید به عوض افغانان فقیر از عربستان سعودی غرامت گرفته شود. آنان در مصاحبه با رسانه ها گفتند که حکومت بایدن باید بر دارایی های افغانان ملکی تصرف نکند. آنان میگویند که افغانستان خود در 20 سال گذشته قربانی تروریسم و نیاز جدی است تا به آنان کمک شود. خانواده های قربانیان انتقاد کردند که مسئولین اصلی این رویداد که اعراب اند، حکومت آمریکا با آنان رابطه دوستانه دارد، اما برعکس بر ضد مردم فقیر افغان اقدام غیر عادلانه می کند و دارایی های آنان را تقسیم می کند. از سوی دیگر محکمه آمریکا در رابطه با این فرمان جو بایدن تصمیم نگرفته است که 7 میلیارد دلار از دارایی های افغانان را به دو بخش مساوی تقسیم کرد. این تصمیم بایدن هر روز با واکنش های جدی تازه روبرو می شود. وزارت اقتصاد برای بیرون رفت از وضعیت کنونی طرح نظام اقتصاد اجتماعی را تهیه کرده است. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد میگوید که نظام های اقتصادی متمرکز و غیر متمرکز در افغانستان نتیجه نداده و پس از این طرح نظام اقتصاد اجتماعی را عملی میکند که مردم عادی به شمول زنان در امور اقتصادی افغانستان نقش خواهند داشت، اما رهبری آنان را حکومت خواهد کرد. مسئولان میگند که بر اساس طرح جدید تمرکز بیشتر آنان بر زراعت کشور خواهد بود، زیرا افغانستان یک کشور زراعتی است.
در این حال مسئولان میگویند که مشکلات اقتصادی و فقر از حکومت پیشین برای آنان میراث مانده و در رابطه با کمک های بشر دوستانه به افغانستان با جامعه جهانی به توافق رسیدند. در جریان نگرانی ها در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور، مقام های وزارت اقتصاد برای بیرون رفت از این وضعیت طرح نظام اقتصادی اجتماعی را پیشنهاد کردند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد میگوید که نظام اقتصادی کشور با مشکلات جدی مواجه است. نظام‌های متمرکز و غیر متمرکز اقتصادی در افغانستان مؤثر ثابت نشده است و به همین دلیل بر اساس فیصله جدید وزارت اقتصاد نظام اقتصادی اجتماعی در کشور حاکم خواهد شد. ما داریم هر دو الگو را پشت سر گذاشتیم، هم نظام بازار و غیر متمرکز و هم نظام متمرکز. در دوره‌های از تاریخ تحولات سیاسی معاصر افغانستان هر دو نوع نظام وجود داشته، منتها نتیجه مطلوب و قابل قبول هیچ کدامش نتانسته به بار بیاره. اینجاست که یک بحث مطرح میشه تحت عنوان نظام اقتصادی بازار با رویکرد اجتماعی. معین مسلکی وزارت اقتصاد میگوید که بر اساس پالیسی جدید تمرکز بیشتر وزارت اقتصاد بر زراعت خواهد بود، زیرا 80% مردم افغانستان مصروف زراعتند. فهم میگوید بر اساس طرح جدید به زنان تاجر و متشبس نیز فرصت‌های کاری فراهم خواهد شد. این پالیسی اقتصادی بحث زراعت مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته. چرا؟ چون مطالعات ما نشان داد که 80% به صورت تقریبی میگم اقتصاد ملی ما متکی به زراعت و کشاورزی هست. در همین حال مقامات میگویند که فقر و مشکلات اقتصادی در کشور از حکومت پیشین به آنان به میراث مانده است و میافزایند با سازمان ملل و اداره های جهانی دیگر به توافق رسیدند و کمک های بشر دوستانه به زودی آغاز خواهد شد. آنان میگویند که در حال حاضر حدود 2170 مؤسسه داخلی و خارجی در بخش های بشری و بخش های دیگر در افغانستان فعالیت میکنند. نیمو سو کارکونکو د تاګ را تاګ د تنظیم په مخه چې د پراختیا او بشري مرستو د رسولو پروژو په برخه کې کار کوي. ټول ټال 1429 د بهرنیو کارکونکو اسناد چې له دې جملې څخه 322 تنه د ویزې د تمدید غوښتنه کړې وه او 100 تنه د ویزې د ترلاسه کولو لپاره بهرنیو چارو وزارت ته معرفي شوي دي. حمایت از مجموعه های زنان تجارت پیشه هم در این پالیسی پیش بینی شده. ما چند وقت پیش هم با زنان تجارت پیشه افغانستان دیدار داشتیم، نشست داشتیم، دیدگاه ها و مشوره های از اونها را گرفتیم. در چارچوب ارزش های ملی ما پیشنهاد دادیم در این پالیسی که اینا هم بتونه نقش خود را در ساختارهای اقتصادی کشور ما ایفا بکنه. مقام های وزارت اقتصاد میگویند که امور پروژه های تاپی و کاسا هزار آغاز شده است که همزمان با آن سطح بیکاری در کشور نیز کاهش خواهد یافت. ایران میگوید حکومت کنونی افغانستان آب را بر تهران قطع کرده و این کار غیر مسئولانه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به کنفرانس خبری گفته است که افغانستان به ایران حقابند نداده است. حکومت کنونی افغانستان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده و این یک کار غیر مسئولانه است. در این حال امارت اسلامی میگوید که آنان به آن پیمان بین ایران و افغانستان در مورد دریای هلمند متحدند که در سال 1351 امضا شده است. آگاهان امور میگویند که آخرین اظهارات مقامات ایرانی در مورد آب افغانستان جنبه سیاسی دارد، زیرا به گفته آنان ایران در این رابطه از لحاظ تکنیکی به گفتگوها حاضر نمی شود و می خواهند که از طریق نشست های خبری و اعلامیه ها آب بیشتر از حقابه خود را از افغانستان بگیرد. تنش ها میان افغانستان و ایران در رابطه با آب افزایش یافته است. وزارت امور خارجه ایران به تازگی گفته است که یکی از موضوعات مهم ایران با حکومت سرپرست افغانستان مسئله حقابه است. همه عزیزانی که در سالن
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به یک نشست خبری گفت که حکومت سرپرست کنونی افغانستان در این مورد با مقام‌های ایرانی صحبت کرده بود، اما دیده می‌شود که در این بخش اقدام عملی صورت نگرفته است. وی می‌گوید که از افغانستان به ایران آب نمی‌رسد و این کار را عمل غیر مسئولانه می‌خواند. برای ما یکی از مهمترین سنجه‌های ارزیابی مسئولیت پذیری هیئت حاکمه فعلی افغانستان همین موضوع حقابه ایران هست. آنچه که در کلام گفته میشه در عمل ما هنوز شاهد نبودیم. آبی به تهران به ایران نرسیده و طبیعی هم هستش که ما این رو به عنوان یک عمل غیر مسئولانه تا امروز در پرونده هیئت حاکمه فعلی افغانستان ثبت و ضبط کردیم. در همین حال وزارت انرژی و آب افغانستان در این مورد وضاحت داده و گفته است که امارت اسلامی به پیمان در رابطه با آب دریای هلمند میان ایران و افغانستان متعهد است که در سال 1351 امضا شده است. امارت اسلامی افغانستان به پیمان در رابطه با دریای هلمند که در سال 1351 میان حکمت‌های وقت افغانستان و ایران امضا شد متعهد است. اگر تا اکنون به ایران حقابه نرسیده باشد، این مشکل تکنیکی خواهد بود و عمل قصدی نیست. از سوی دیگر آگاهان امور میگویند که اظهارات مقامات ایران در رابطه با افغانستان جنبه سیاسی دارد، زیرا حکومت ایران در بخش آب و محیط تحت انتقادهای شدید مردم خود و جهانیان است و به همین دلیل اتهامهای بی اساس را بر افغانستان وارد میکند. آگاهان میگویند که ایران از لحاظ تکنیکی در مورد این مسئله با گفتگو با افغانستان حاضر نمی شود، زیرا ایران آب بیشتر از آن را دریافت می کند که در پیمان امضا شده سال 1351 که هر دو کشور ذکر شده است. در تمام کانال هایی که آب افغانستان به جمهوری اسلامی ایران انتقال می ده، دستگاه آبسنج نصب شده، در بند کوهک دستگاه آبسنج نصب است. هر قطره آبی که از ایران وارد افغانستان میشه اونا میتونن دقیق محاسبه بکنن، اونا را تثبیت بکنن و شواهد و قرائن در مورد نقض حقابه را در اجلاس کمیساران آب مطرح بکنن. بنابراین طرح از ادعا بیشتر با انگیزه های سیاسی صورت میگیره تا انعکاس یک واقعیت عینی. توافق در مورد آب میان ایران و افغانستان هنگام حاکمیت ظاهرشاه شاه پیشین افغانستان در سال 1351 امضا شد که بر اساس آن در هر ثانیه 26 متر مکعب آب از افغانستان به ایران داده می شود و ایران در بدل این توافق خط آهن و بندهای آب را در افغانستان احداث می کند، مواردی که ایران تا اکنون عملی نکرده است. اکنون هم ادامه ی خبرها. ولادیمیر پوتین جمهور روسیه پس از برسمیت شناختن دو منطقه ی جداگانه ی دونتسک و لوهانسک با عنوان کشورهای مستقل و استقرار نیروهای روسیه در آنجا، در اظهارات اخیر خود گفته است که منافع و امنیت کشورش چیزی نیست که در مورد آن با کسی صحبت شود. رئیس جمهور پوتین این اظهارات را در پیام ویدیویی که به مناسبت روز دفاع از کشور خود منتشر کرده و پس از اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه این موضوع آغاز تهاجم روسیه است مطرح کرد. پوتین میگوید در حوزه های روسیه برای گفتگوهای رو در رو و راستین همیشه باز است، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تحریم های را بر روسیه وضع کردند. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه مذاکرات برنامه ریزی شده با وزیر خارجه روسیه را لغو کردند و آلمان تصویب خط لوله گاز نورد استریم 2 به روسیه را متوقف کرده است. جو بایدن جمهور آمریکا پس از تایید تصمیم ولادیمیر پوتین برای اعزام نیرو به مناطق تحت کنترل جدای طالبان در شرق اوکراین از سوی سیاسیون روسیه تحریم‌های گسترده را بر روسیه وضع کرد. روسیه استقلال این مناطق را به رسمیت شناخته است و اوکراین این تصمیم را جمهور روسیه را حمله بر حاکمیت ملی خود خوانده است. ممنون از توجهتان و خبرهای این ساعت کابل نیوز. وقت خوش، خدا نگهدار.